شما شنیدید یعنی تا الان برخوردی به این موضوع که ببینیم مثلا فلان ورزشکار به خاطر اینکه به یه سری جریانات سیاسی خلاصه نزدیک شده پاسخ داده دعوتاشون و اینها امتیاز خاصی گرفته یعنی بالاخره مورد توجه ویژه‌ای واقع شده همچین سایه همچین ذهنیتی دور بر بچه‌های کشتیگی ورزشکار ملی پوش ما هستش که آقا نزدیک بشیم به جریان سیاسی براتون خوبه بهتر میشه اوضاعتون من به هیچ وجه چنین فضایی رو خودم لمس نکردم متوجه چنین فضایی نبودم و شاید توی مقطعی برای کسی چنین فضایی رقم بخوره و به وجود بیاد ولی نهایتاً وظیفه هر کسی مشخص و تعیین شده است برای یه ورزشکار به عنوان یه ورزشکار یه وظیفه مشخصه این که به عنوان یه سرباز به عنوان کسی که حالا توی رشته ورزشی خاص خودش باید به بهترین نحو حافظ منافع کشورش باشه و اینکه بتونه توی اون رقابتی که حضور پیدا میکنه بهترین نتیجه رو کسب بکنه ولی اینکه حالا چنین چیزی قلمداد بشه یا اینکه تفکری به وجود بیاد برای خود من هیچ وقت نبوده چه بابت این مثلا مراسمی که شما رو دعوت کردن حالا مشخصا اون مراسمی که شما میگفتی خودت نمیدونستی چه شاید در واقع قرار بوده یه خروجی سیاسی از توش در بیاد یا حزبی در بیاد بابت این امتیاز ویژه‌ای به شما داده شده به هیچ وجه من الوجوه در مجموعش من کلا آدم سیاسی نیستم و تفکرات سیاسی هیچ وقت بر من حاکم نبوده و من توی رشته ورزش کردم به اسم کشتی رشته ورزشی که قهرمانا و پهلمانای بزرگی توش بودن همیشه سعی کردم که ورزشکاری باشم اخلاقیات رو رعایت بکنم و توی مسیری که برام تعیین میشه قدم بردارم و به هیچ وجه چنین موضوعی که میگید و هیچ وقت خودم نه لمسش کردم من هیچ وقت هم دوست نداشتم چنین اتفاقی برای من رقم بخوره موضوعی که شما انداختی گردن رسانه ها در خصوص وضعیت مالی و اقتصادی ورزشکارا رو میخوام یه خود حالا حداقل گردن ما که افتاد حداقل سوال بکنیم ماشینت چیه آقا امید الان شما یه ماشین آزاره مشکی دارم فراری نداری احتمالاً فراری قرمز رنگ اینم سوالیه که این روزها خیلی فکر میکنم توی رسانه ها و مطبوعات بهش پرداخته میشه و سوال بوده جوابم دادم متاسفانه خیلی اغراق‌آمیز بوده و راجع به این موضوع خیلی بزرگنمایی زیادی شده و متاسفانه عده مغرض بودن راجع به این قضیه و یه سری مسائل رو به گونه‌ای مطرح کردن که صحت نداشته حالا من تصویر قضیه رو می‌بینم که یه قیمتی رو راجع به کلی سر صدا کرده این فراریه بله یه قیمتی رو راجع به این وسیله مطرح می‌کنن که اصلا صحت نداره این ماشین توی کشورهای همسایه یه قیمت مشخص فکر می‌کنم مزنه رو شما دارید فکر می‌کنم نزدیک به 600 700 هزار درهم باشه که یه به معادل 500 600 میلیون تومان ما میباشه این مدل از ماشین و نهایتاً با گمرکی که تعلق می‌گیره 1 میلیارد تومان و با حالا اگر کسی به عنوان بیزینس یا اقتصادی به این قضیه نگاه بکنه و بخواد روی این قضیه مراقب کنه 1 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت این ماشینه که مشابه این ماشین توی تهران ما فراوونه یعنی قیمت 1.5 میلیاردی ما ماشین داری حالا فرض کنید بله ماشینای مازراتی پورش ماشینای بنز که امروز بعضی از اوتومانی رو اشتباهی پشنویس میکنیم من میخوام بالاخره چون شما توی ایران وارد شده همه این ماشینا هم قیمت این ماشینه و این ماشین با مجوز من وارد کشور شده چون مجوز این رو شما گرفتید یه مجوز یه امتیازی برای قهرمانای ورزشی تعلق میگیره از گذشته چنین چیزی وجود داشته خیلی از قهرمانای پیش از منم چنین مجوزی رو براشون در نظر گرفتن همین امروز روز برای قهرمانای المپیک برای فوتبالیستا والیبالیستایی که تونستن بله، افتخار بله. برای میهنمون یه موقعی دانشجوها و پزشکا و اینا میگرفتن بله یه جوایزی رو براشون مشخص کردن که هر کدوم حالا یه سری از عزیزانی که همانند من توان خرید این خودرو یا حالا وارد کردن خودرو یا اصلا تمایلی به سوار شدن چنین خودرویی رو نداشتن ورود نکردن به چنین قضیه‌ای یکی از دوستای من که خیلی علاقه من بود تمایل داشت برای سوار شدن چنین خودرویی اقدام کرد با مجوز من که به یه قیمتی که همه یه ورزشکارای ما از فوتبالیستایی که از والیبالیستا از قهرمان المپیک من امروز وقتی با دوستای خودم که صحبت می‌کنم به همون قیمتی که من این مجوز فروختم همون مجوز رو فروختن و عزیزانم رفتن و خیلی از ماشین‌های مختلف رو آوردن یه چنین اتفاقیه که متاسفانه به دلیل یه سری از مسائلی که صحبت کردن راجبش فکر می‌کنم صلاح نباشه اومدن بزرگنمایی کردن دامن می‌زنن به چنین قضیه‌ای و به نوع دیگه‌ای سعی می‌کنن که این امتیاز و این شرایط رو به موضوعات دیگه خلاصه این ماشین اصلا 80 میلیون 80 نیم عددم یه خورده غریبه 80 میلیارد نیست قیمتش درسته من چند روز پیش که این خبر رو شنیدم از رسانه و مطبوعات خودم شوکه شدم راجع به این قضیه من تو 23 خودم شنیدم اتفاقا با کامران رجب زاده صحبت کردم چون این گفت یه سایتی ما اینو دیدیم من یکی از دوستانم که اقدام کرد این ماشین رو آورد
وقتی با خودش صحبت کردم گفت اصلا من چنین سایت تو سایت یه سایتی این قیمت گویا بازگو کرده، گفت مثلا چنین قیمتی رو نذاشتن، یه میلیارد قیمت گذاشتن گذاشتن اطلاعش هم الان رو اون سایت، تمایلی هم به فروش چنین ماشینی ندارم و خودش سوار میشه، اینکه قیمت واقعی این ماشین زیر 2 میلیارد تومان، یه چیزی هولوش 4 برابر این ماشین رو مطرحش میکنن، خیلی مسائل مختلف راجبش مطرح میکنن و متاسفانه با ادبیات خیلی زشت مشاهده این هستیم که توی رسانه و مطبوعات راجع به این موضوع صحبت میکنن که با جای تاسف داره. پس این ماشین ربطی به اون جلسه و به اون حمایت و فلان و اینجور چیزا نداشت اصلا به طور کلی؟ به هیچ وجه چنین چیزی نبوده، امتیازیه که امتیازو کی گرفتین شما؟ امتیاز کی به شما داد؟ فکر میکنم نزدیک سال 90 یا 89 بود که 89. چنین مجوزی در دست من قرار گرفت. همین یه مجوز بود آقا امید یا روی برگه ای که خب من یه درخواستی رو از رئیس دولت وقت کردم به دلیل اینکه اون زمان من 5 مدال طلای دنیا داشتم و اینکه درخواست مجوز ورود 3 تا خودرو رو کردم که مجوز من خوشبختانه با موافقت انجام شد و نهایتاً هم یکیشو اقدام کردم آوردم که خودم آوردم ماشینا، یه ماشین بی ام و بود، یکی از ماشینا هم که یکی از دوستان آورد و دیگری هم که هنوز اقدام نکرد. بسیار. پس این که مثلا میگفتن مدال چون به رئیس دولت وقت اهدا شده این حتما اصلا ما... به هیچ وجه اینجوری نبوده. میگم بعضی از کسایی که میشه گفت به نوعی حالا تصویه حسابای سیاسی و به دلیل نزاهایی که توی اون مقطع زمانی وجود داشت امروز روز میان این موضوع رو اینجوری مطرح میکنن که به هیچ وجه چنین چیزی صحت نداره و اینکه امتیازی که برای خیلی از قهرمانای ورزشی ما مشخص شده و نهایتاً ما امروز شاهد این هستیم که راجع به مبلغ امروزی خود را هم بزرگ نمایی میشه به دلیل اینکه پیوندش بدن به موضوع دیگه، یه خودروی مانند هزاران هزار خودروی دیگه که امروز وارد کشور شده این خودرو هم وارد شده و اینجوری روش متاسفانه یه چیزی هم من شنیدم میگم اصلا روزی که اهدای مدال و اینا بوده شما مدال یا مثلا ابراد نبوده، نه مثل که پیک موتوری بعد رسونده و همچین چیزی نمیدونستی اصلا اگه اجازه بدیم راجع به این موضوع اصلا صحبت نکنیم چون یه سری از مسائل رو صحبت کردن راجبش فکر میکنم اصلا درست نباشه و اینکه یه عزیزی یه موقعی یه صحبتی رو مطرح میکرد خیلی زیبا بود، میگفت جواب بعضی از حرفا سکوت، بذار تو دلت بمونه، اینجوری قشنگتره. منم ترجیح میدم راجب این موضوع اصلا صحبت نکنم و اینکه الان فکر میکنم صحبت کردن راجبش خوب نباشه.